انفجار در یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شهر ویکو در ایالت تگزاس آمریکا تلفات و خسارات زیادی بر جای گذاشته است. احتمال اینکه این انفجار ناشی از یک بمبگذاری باشد ضعیف به نظر می‌رسد، اما پیشینه چنین حوادثی، آن هم به فاصله چند روز از یک انفجار دیگر در شهری دیگر، این فکر را نیز مطرح می‌کند. سه حلقه انفجارهای اخیر از جمله بوستون و انفجار شامگاه چهارشنبه در این کارخانه را به حوادثی مشابه در سال‌های گذشته وصل می‌کند. مکان یعنی محدوده این انفجار با آنچه که 20 سال پیش در شهری در نزدیکی ویکو رخ داد، یک حلقه متصل کننده میان این حوادث است. در فوریه سال 1993 سازمان نظارت بر اجرای قانون حمل سلاح به ساختمانی که محل استقرار اعضای یک فرقه بود و به سلاح‌های جنگی و غیرقانونی مجهز بودند حمله کرد. این حمله با مقاومت اعضای این فرقه روبرو شد و 51 روز به طول انجامید و سرانجام پس از قربانی شدن 82 نفر از جمله 21 کودک به پایان رسید. این عملیات نظامی روز 19 آوریل صورت گرفت. همزمانی این انفجارها نیز یک حلقه اتصال دیگر است. درست 20 سال از این عملیات می‌گذرد. انفجار بوستون هم درست در 18 سالگرد انفجار اوکلاهوما رخ داد که منجر به کشته شدن 168 نفر شد. یک حلقه دیگر نیست. این دو واقعی اخیر را با بقایای چند سال پیش متصل می‌کند. این انفجارها در زمانی رخ داده است که یک مسئله در کانون تلاش‌های دولت قرار گرفته و آن هم محدودیت حمل و استفاده از سلاح است. در فوریه سال 1993 کنگره آمریکا بحث بر سر لایحه معروف به برادی بیل را آغاز کرد. این طرح که حمل سلاح را محدود می‌کرد، توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت به کنگره ارائه شده بود. طرفداران حمل سلاح و لابی اسلحه در آمریکا در آن زمان به شدت با این برنامه دولت مخالف بودند، اما سرانجام این لایحه تصویب و تبدیل به تنها قانون در زمینه کنترل حمل سلاح در این کشور شد. درست 20 سال پس از آن تاریخ باراک اوباما همان راه را برگزیده و در تلاش است حمل و استفاده از سلاح را محدودتر کند. اما این بار سنا به این طرح باراک اوباما رأی منفی داد. آمریکا باراک اوباما در نخستین واکنش آن را شرم‌آور خواند و گفت این به معنای پایان تلاش ما نیست. ما هنوز می توانیم برای پایان دادن به خشونت‌های مسلحانه اقدام کنیم. درست به فاصله چند ساعت از این اظهارات بود که انفجاری مهیب شهر ویکو را به لرزه درآورد.